سلام به همراهان عزیز کانال یوتیوب دکتر خوب، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد که چطور بفهمیم در خطر از حال رفتن یا به اصطلاح سنکوب و قش قرار داریم یا نه. احساس از حال رفتن و قش کردن معمولاً به علت پایین افتادن ناگهانی فشار خون، مثلا به خاطر یک شوک احساسی و عاطفی یا به دلیل پایین افتادن قند خون به صورت غیر طبیعی ایجاد میشه. حملات گهگاه از حال رفتن به ندرت جای نگرانی داره، اما در صورتی که این حملات تکرار بشن یا قش کردن بدون هیچ علت واضحی اتفاق بیفته، باید حتما پیگیری های پزشکی انجام بشه. گاهی ممکنه علت کاهش هوشیاری بیماری های زمینه‌ای جدی باشه که باید تحت درمان قرار بگیره. میخوام به این سوال پاسخ بدم که اصلا سنکوب چیه؟ بیهوش شدن که به اون سنکوب هم میگن زمانی اتفاق میفته که مغز ناگهان به دلیل افتادن فشار خون یا ضربان قلب کاهش شدید خون یا اکسیژن یا هر دو رو تجربه میکنه. 35% از افراد حداقل یک مرتبه بیهوش شدن رو توی زندگی خودشون تجربه میکنن. به دلایل مختلف مثل ریتم غیر طبیعی قلب، گرم و زدگی یا علل دیگه. این اتفاق هم برای افراد بالغ و هم برای کودکان ممکنه رخ بده. پس مهمه که نشانه های مربوط به قش کردن رو بدونید تا از آسیب دیدگی های احتمالی پیشگیری کنید. اگه اولین بار به کانال دکتر خوب اومدی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن تا بقیه مطالب ما رو از دست ندی. بریم سراغ علائمی که نشون میده ممکنه دچار قش کردن بشید. اولین علامت احساس سرگیجه هست. اگه تا به حال شده که به علت سریع بلند شدن برای یک لحظه حس کنید سرتون گیج رفته، یه ورژن خفیف از سنکوب رو تجربه کردید. وقتی شما دراز میکشید خون یک نواخت توزیع میشه و وقتی میایستید خون به دلیل جاذبه به سرعت پایین میره. وقتی میایستید همینطور که خون از مغزتون دور میشه فشار خونتون میفته و احساس سرگیجه میکنید. اگه بیشتر مواقع هنگامی که روی پا میایستید احساس سرگیجه دارید، توصیه میشه قبل از اینکه بلند بشید عضلات پایین تنه خودتون رو منقبض کنید، مثل رونها، ماهیچه‌های ساق پا و عضلات باسن، تا دچار این افت فشار خون به صورت ناگهانی نشید و کم کم شروع کنید به راه رفتن. اول بشینید توی تختتون، بعد پاهاتون رو آویزون کنید، بعد یه فاصله کمی رو طی کنید و بعد شروع کنید به راه رفتن. این کارها خون رو به قسمت‌های بالایی بدن پمپاژ می‌کنه و از افت فشار خون سریع هنگام برخاستن جلوگیری می‌کنه. علامت دوم اینه که ممکنه در مقابل چشاتون لکه‌هایی ببینید که میتونن اولین نشانه‌های قش کردن باشن. وقتی خون پایین میره، رگ‌های خونی دور چشم اولین جاییه که دچار افت خونرسانی میشه. اگه در مقابل چشاتون لکه یا نور درخشان دیدید، دراز بکشید یا بشینید و سر خودتون رو بین زانوهاتون بذارید. این کار جریان خون رو مستقیم به مغز برمیگردونه و باعث میشه اگه هوشیاریتون رو از دست دادید از سر و گردنتون محافظت بشه. علامت سوم اینه که تنفستون غیر طبیعی میشه. بیشتر افراد قبل از بیهوش شدن تنفسشون غیر طبیعی میشه. همین که مغز متوجه پایین اومدن سطح اکسیژن میشه، بدن تحریکتون میکنه که سریعتر نفس بکشید تا اکسیژن بیشتری برای نجاتش جذب کنید. اگه شروع به نفس زدن کردید، یه جا بشینید یا دراز بکشید، چشاتون رو ببندید، یه دست رو روی شکم خودتون بذارید و بعدش تمرکز کنید و سعی کنید نفسهای آروم و عمیق داشته باشید. وقتی از راه بینی نفس رو داخل میکشید، معده رو مثل یک بالون باد کنید و بعد از اون از راه بینی نفستون رو کم کم خارج کنید. این کار باعث میشه که اکسیژن اضافی تمام سلول‌های بدن رو تغذیه کنه و فشار رو از روی مغز برداره. اگه تا اینجا کلیپ منو همراهی کردی، لطفاً لایک رو بزن تا این ویدیو به دست افراد بیشتری برسه. علامت چهارم، نوک انگشتان یا لب‌ها دچار سوزش یا خارش میشه. با کاهش جریان خون به مغز، کلسیم موجود توی جریان خونتون هم ممکنه ناگهانی افت کنه. وقتی چنین اتفاقی میفته ممکنه در اندام خودتون احساس خارش یا
بی‌حسی کنید، مخصوصا در نوک انگشتان و اطراف لب‌ها، چون مواد معدنی حیاتی از اطراف این نواحی دور میشن. علامت پنجم اینه که احساس گرما میکنید. اگر حس میکنید در حال بیهوش شدن هستید، ممکنه چیزی رو تجربه کنید که به اون راش سر میگن. در این حالت حساسیت به گرما در سراسر بدنتون پخش میشه. چیزی که در واقع براتون اتفاق میفته، افزایش سریع ضربان قلب برای جبران کمبود خون و جبران اکسیژن توی مغز. بدن جریان خون رو به نقاط اشتباه پمپاژ میکنه، مثل پاها و دستها. اگر خیلی عرق کردید، یه جا بشینید که سایه باشه و کمی آب بنوشید. به همین شکل باقی بمونید تا ضربان قلبتون به حالت عادی خودش برگرده. زنگ هشدار ششم اینه که مدت زیادی سرپا بودید. وقتی شما ایستاده هستید، قلب باید سخت‌تر کار کنه تا خون رو به مغز پمپاش کنه. به خاطر اینکه وقتی شما ایستاده هستید، بیشتر خون به سمت دست‌ها و پاها رفته و ممکنه مغز به علت ایستادن برای مدت طولانی نیروی اصلی خودش رو از دست بده. اگر در حالت ایستاده احساس سرگیجه یا حالت تهوع کردید، عضلات باسنتون رو منقبض کنید تا خون به بالا تنه پمپاش بشه. علامت هفتم، دیدتون تونلی میشه، یعنی اطراف رو سیاه میبینید ولی مرکز دید شما روشنه. اگر دیدتون تونلی شده، یکی از نشانه های افت فشار خونه که میتونه منجر به بیهوشی بشه. در چنین مواقعی سعی نکنید بایستید، در عوض بلا فاصله صندلی پیدا کنید، بشینید یا دراز بکشید. به خاطر این تاکید داریم بشینید یا دراز بکشید که اگر افتادید آسیبی به سرتون وارد نشه. علامت هشتم اینه که حالت تهوع دارید. حالت تهوع میتونه نشونه مشکلات متعددی باشه، مثل بارداری، مسمومیت غذایی و غیره. اما اگه حالت تهوعتون همراه بود با دیگر نشانه های سنکوب، مثل تونلی شدن دید یا نفس نفس زدن، بشینید یا دراز بکشید و بلا فاصله به دنبال کمک های پزشکی باشید. کم شدن آب بدن میتونه باعث بروز تهوع بشه و علائم سنکوب رو ایجاد کنه. پس مطمئن بشید مایعات کافی مصرف میکنید و در فضای خنک و دور از آفتاب استراحت میکنید. و آخرین علامت اینه که رنگ پوستتون به سمت آبی متمایل میشه. نبض ضعیف و آروم باعث میشه که خون نتونه خودش رو به پوست برسونه و به همین دلیل رنگ پریده و گاهی کمی آبی رنگ میشه. وقتی میشینید عضلات دستا و پاهاتون رو آروم بمالید تا فشار خونتون به حالت عادی برگرده. ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. لطفاً این کلیپ رو در گروه‌های خانوادگیتون به اشتراک بذارید، مخصوصاً برای اونهایی که بچه مدرسه‌ای دارن. امیدوارم هیچ وقت شاهد قش کردن بچه‌های مدرسه‌ای و نوجوانان عزیزمون نباشید. اگر سوال خاص یا مشکل پزشکی خاصی داشتی، کامنت بذار، شخصاً پاسخ میدم. با امید دیدارتون.